یک ماه پس از ممنوعیت خروج آیت الله سید حسین شیرازی از ایران و بازداشت موقت ایشان در بخش امنیتی فرودگاه تهران حکومت ایران نه تنها هیچ گونه توضیح روشنی در این خصوص نداده بلکه فشارها را علیه نزدیکان آیت الله شیرازی بیشتر کرده عموم مؤمنین، مقلدین و دوستداران خاندان مرجعیت شیرازی نسبت به این مسئله معترض هستند سعید بهاری گزارش میدهد روحانیون و مراجع تقلید مستقل همواره و در طول تاریخ پشت و پناه مردم بودند. مردم به ویژه طبقات متدین مخصوصا در عراق و ایران هنگام مواجهه با سختی ها و ظلم حاکمان به روحانیون بلندپایه و مراجع ازام تقلید پناه برده و نزد ایشان دادخواهی می سلسله مراجع و علمای خاندان شیرازی چه در جریان نهزت موسوم به تنباکو در ایران عهد ناصر الدین شاه قاجار چه در جریان انقلاب عراق علیه استعمار انگلیس در سال 1920 موسوم به سورت الاشرین و چه در زمان حاضر همیشه در کنار مردم و پشت و پناه شیعیان و محبین اهل بیت علیهم السلام بودند. و در دفاع از مبانی حقه تشیع و معارف اهل بیت علیهم السلام پیشتاز. از این رو خاندان شیرازی همواره از سوی حاکمان نظام های سیاسی از گذشته تا کنون مورد آزار و اذیت و تحت تنگنا و فشار قرار داشته و دارد به عنوان نمونه ممنوع خروجی آیت الله سید حسین شیرازی فرزند گرامی آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی و بازداشت موقت ایشان در بخش امنیتی فرودگاه بین المللی تهران که همزمان با سخنرانی پدر ایشان در استقبال از ماه محرم در جمع مبلغان دینی صورت گرفت جلسه ای که سرانجام با قطع برق بیت معظم الله در هنگام سخنرانی مواجه شد پیش از آن نیز گذرنامه فرزندان خورد سال آیت الله سید احمد شیرازی دیگر فرزند آیت الله العظمی شیرازی که جهت تجدید به سفارت ایران در کویت ارائه شده بود توسط مسئولان سفارت باطل شده و از تقدیم گذرنامه جدید به ایشان خودداری کردند. امری موجب سلب هویت رسمی این کودکان خردسال در آن کشور گردیده است بر گزارش منابع اخبار شیعه حدود یک ماه پس از ممنوع خروجی آیت الله سید حسین شیرازی هنوز پاسخ و توضیح روشنی در این خصوص از سوی حاکمیت داده نشده امری موجب اعتراض عموم مؤمنین مقلدین و دوستداران خاندان مرجعیت شیرازی گردیده است لازم به ذکر است که در سال 1396 شمسی نیز در پی سخنرانی آیت الله سید حسین شیرازی که نظام ولایت فقیه را به نظام فرعون تشبیه کرده بود ایشان دو هفته توسط دادگاه ویژه روحانیت و دستگاه های امنیتی مرتبط در قوم بازداشت شدند. ایران دایدار حکومت بر پایه احکام اسلامی است اما مخالفین خود را از طیف ها و گروه های مختلف مخالف یا منتقد مورد آزار و اذیت قرار داده و به اعدام زندان شکنجه و یا ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند تا آنجا که بر اساس گزارش سازمان ملل از نقض حقوق بشر در ایران دست کم در نیمه اول سال 2022 بالغ بر 250 زندانی در این کشور اعدام شدند اما که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی دو برابری را نشان می آزادی بیان که اولین و ابتدایی ترین حق شهروندی مخصوصا برای علما و دانشمندان در حکومت مدعی دموکراسی است در کشوری مانند ایران جایی ندارد. به گواهی تاریخ علما و دانشمندان در دوره پهلوی علیه حاکمیت بر منابر و کرسی های درس خود سخرانی می کردن یا حتی در قالب انتشار بیانی های تند و آتشین از حکومت انتقاد می نمودن. حکومت وقت نیز با توجه به وجود قانون مسئولیت قضایی مجتهد مجبور به تحمل سخنان ایشان بود. قانونی که به روایت سایت جماران به نقل از آیت الله العظمى شبیری زنجانی در سال 42 و پس از دستگیری آیت الله خمینی موجب آزادی ایشان و نجاتش از حکم اعدام گردید. سایت جماران از معظم الله این چنین نقل می کند که آیت الله العظما شریعت مداری و سه نفر دیگر از علمای وقت طی نامه به قلم آیت الله العظما شریعت مداری که به دربار فرستادند بر ضرورت آزادی آیت الله خمینی و مسئولیت قضایی علما و دانشمندان همچون مسئولیت قضایی نمایندگان مجلس تاکید کردند. امروز اما علما مراجع اعزام تقلید مستقل شیعه و متفکران و صاحب نظران نه تنها از هیچ گونه مسئولیتی برخوردار نیستند بلکه به اشکال مختلف مورد حجم قرار می گیرند ممنوع یا ممنوع ورود می شوند در حصر خانگی و تبعید به سر میبرند و در این بین حاکمیت هیچ وقت پاسخگو نبوده سعید بهاری اخبار شیعه